تماس یکی از کارمندان اینترنشنال با دستگاه امنیتی ایران به ما مسئولیت قضایی بدهید ما در خدمتتون هستیم همچنین برگردوندن خانواده علی دایی واسه تعطیلات آخر سال کریسمس آزم آمریکا بودن ولی کوفتشون شد در جزیره کیش پیاده شدن چرا؟ از حقبازی امثال مدویکی ها که گفت به خاطر ناراحتی به جام جانی نرفت حالا فوتبالی سراخی خوب پتش روی آب گذاشت همچنین حمید فرق نجا در روز نشده و هوش برانداز و شناخته در مورد استوری حمید فرق نجاد هم خواهیم گفت باشد تا صبح دولتت بدمد در برنامه قبلی پیش بینی کرده بودم از یک روز یک سال تا ده سال ولی گویی زودتر اتفاق افتاد علی کریمی هم اون روزش میرسه خب صحبت های ستاد کل نیروهای مسلح ما, ما به هر کشوری که دلمون بخواد پهباد میدیم به کسی ربطی نداره که در مورد تاجیکستان عزیزم تاجیکستان و روسیه دلار رو از مبادلاتشون حذف کردن روز روز دلار داره حذف میشه به امید خدا اگر وقتی بود حالی بود در مورد تاریخ اسلام یک گوشه ای رو با شما ورق خواهیم زد سلام ایرانیان سلام هموطنان مادر باکو تالش نخجوان شروان گنجه فارسی زبانان در کشمیر، پاکستان، هندوستان افغانستانی های گرامی، تاجیکستانی های عزیز فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه شیعان بحرین کامنت داشتم عراق، لبنان، بچه های انسارولا، یمن سر تا سر جان، اونایی که صدای ما رو میشنوند امروز روز شهادت بیبی بی دو عالم حضرت فاطمه و زهراس و من اینو به تمامی شیعیان ایران و جهان تسلیت میگم خب اما بریم تو کارش دیروز زن و دختر علی دایی آزم امارات بودن از اونجا هم آزم آمریکا واسه تعطیلات آخر سال ناراحت بودن اینا که اینا که تریپ غمگین داشتن و چی شد نکنه شما مثل اون حامد لک هم تریپ غمگین داشت یه دفعه اونچنان غمگین بود که مست کرده بود مست و ملنگ تو خیابون در حال عربده کشی بازداشش کردن این ادا اطفارای جماعت سلبریتی واقعا وقتی شما میاید جواهری علی دایی رستورانش در راستای اون جریان فراخان داده بودن واسه اعتصاب عمومی چهاردهم و پونزدهم و شونزدهم آذرما و در آبان ما همچنین همراهی کردن و بعد پلوب شدن این دوتا واحد تجاری علی دایی شما هنوز باید تاوان پس بدید دختر علی دایی یکی از دختراش دنیز کیه؟ این زیر مشکلون دیگه رسما برانداز و نزدیک بود شده و 16 کوزپت که قبلا 13 روش هم براندازیشو دیدیم از سود زدن و دنده عقب و چراغ در روز روشن و <تص> <applause> خاک تو سر زیبا کلام زیر مشکلو دیگه با این روش ها میخوان براندازی کنن دقت کردی از روش هایی که نمیخوان هزینه بدن تاوان بدن آقا براندازی تاوان داره هزینه داره شما مرد این میدان نیستید برای ما ولی ما مرد این میدان هستیم برای زدن در پوز شما ها <applause> خرد کپو تاج زاده مدتی بود اینو نگفته بودم خب گویا حالا رشوه ای داده بودن اینا سوار هواپیما شدن که در جزیره کیش هواپیما فرود میاد و میگن هری هر برگردید واسه این سلبریتی ها دوستان عزیز این شهوت پرستان این دنیا پرستان این عاشقان زرق و برق این بدترین مجازات ممکنه که اونا رو ممنوع خروج کنی یعنی از ساعت تا زندان واسه شون بدتره و کار خوبی بود دوستان عزیز اینا باید تاوان پس بدن قرار نیست هر جفتکی اینا بخوان به امنیت ملی به روان مردم بیاندازن بعد راست راست راه برن و هیچ تاوانی ندن البته ما ضد نقیزم هم میفهمیم از اون طرف آقای تاج رئیس فدراسیون میگه علی دایی که از گزینه های سرمربیگری تیم ملیه این دیگه خدا وکیلی <تصفح> از اون حرفاست دیگه مثلا مهدی مدویکی ها گفته بود علی کریمی توییت زده بود و استوری زده بود مهدی جان به خاطر ناراحتی دعوت شرکت در جام جانی رو رد کرد حالا فوتبالیست سراقی رسواش کرد عکسش رو در کنار مدویکی ها در قطر منتشر کرد در جام جانی شو میده اینا چقدر حق بازن چقدر شالاتانن یکی <تصفح> از دوستان جناب مازیار شکوری عزیز که بسیار در امور سیاسی و تاریخ اسلامی اینا خیلی تبهر دارن نظریه جالبی دارن میگه اتفاقا برکشیدن سلبریتی ها کار دستگاه امنیتی ایرانه چرا؟ چون این سلبریتی های بی سواد کم مایه اینا جای شخصیت های سیاسی مثلا اپوزیسیون شما بخوانید کاسبین سیاسی رو میگیرن صحبت های امیر فراخنجا در سود اینترنشنال دیدیم که چطور تو پوزه براندازان زده شد و به نوعی پاسگل بود واسه ایران اینا چقدر بی سوادن چقدر اسکلن و اینا نه ال نمیدونم کار سیاسی کردن نه کار اجرایی کردن نه سوادی دارن جای شخصیت ها سیاسی رو میگیرن در اینجا هیچ خطری هم واسه حکومت و کشور ندارن یکی از نظریات همینه دوستان عزیز حالا حمید فرخ نجات این زیر مشکل و نجات <applause> ده روز رفته و این وحوش برانداز شناخته ما هم با این وحوش برانداز ارتباط داشتیم و شناختیم اونا رو که اینا نه به کشور اعتقاد دارن نه به تمامیت ارزی نه به مبارزه اینا فقط کاسبن پول فاند دل پولی نجات همه شد اینا واسه پول تن به هر حقارتی میدن تن بر هر خیانتی میدن حالا بریم استوری فرخ نژاد گوش بدیم ببینیم چی گفته میگه حدود ده سال ده روز است ده سال ده سال دیگه این سکته کرده دوستان عزیز این از دست میره خدا وکیلی. من تو برنامه قبلی گفتم اینو علی کریمی از یک روز آینده تا یک سال تا ده سال با مل کچ اینطوری میان میگن قهوهی خوردیم آقا اونجا اون وحشی ها واقعا آدم نیستن باشون کار کردن و ما اشتباه شکر خوردیم ما رو ببخشید ولی گوی امید فرخجی زودتر فهمیده مله کج میکنه میاد دوستان عزیز بذارین پولش ته بکشه خوال... تموم بشه ببینید چطور میاد میگه حدود ده روز از ایران را تر کردم و با جماعتی آشنا شدم که خود را اپوزیسیون مینامند آقا همین اینا کاسب هست کاسب سیاسی هست اینا اپوزیسیون کجا بود و سالها از شغل خود را دشمنی با حکومت جائر و ظالم جمهوری اسلامی میدن هنوز این دو کلمه رو گذاشته بگه ما مرزبندی داریم این دو کلمه رو بر میداری و میفتی به شکر اضافه خوردن خیلی زود متوجه شدم چقدر جمهوری اسلامی خوشبخت است که این چنین مخالفانی در مقابل خود دارن <تصفح> گفتیم که آقا اینا آتیش باشن کی رو میسوزنن آب باشن کی رو میبرن شوزک حوزپت با سود زدن میخواد براندازی کنیم نه همدیگه رو میتونن تحمل کنن نه اهل یک کار گروهی مشترک هستن نه هیچ گونه اتحادی جماعتی پر از مشکل شخصی با یک دیگر که بعض از گذشت 44 سال هنوز نتوانستن به رهبری مشترکی رای بدهند رهبری مشترک خیلی توقع داشتیه حمید تو هم مثل اون خلحمیدی و جماعتی که هر کدام ساز خود را میزند و رسانه هایی که چشم دیدن هم را ندارن و همه وقت خود را صرف از بین بردن خودشان میکنند بله حالا تو اینو نمیدونستی؟ حالا میفهمی الان با تازیانه حقیقت روبرو شدی آقای حمید فرخ نجات تنها میشی؟ سلبریتی ها که عادت دارن به اینکه همیشه تو مرکز توجه باشن دوره برشون شلوغ باشه آقا بذار من یه سلفی باتون بگیرم الان دیگه آدم حسابت نمیکنن. توف بد نمیدازن آقای زیر مشکلون یه پنج 6 ما دیگه میبینمت زیر مشکلون میبینمت خب آقا یکی از کارمندان سعود اینترنشنال بعد از تماس با واسطه های نهادهای امنیتی ایران ضمن ارائه اطلاعات بسیار حساس از این شبکه تروریستی از مقامات ایرانی خاص مسر... از مقامات ایرانی درخواست مسئولیت قضایی کرده است این چند تا حس داره حس اول نشون میده چقدر ترسیدن حس دومش شیه همه به هم مزنون میشه کی بوده این درخواست داده خلاصه یه جو عدم اعتماد پیش میاد و اینم کم کم ریزش میکنه اینا باید یا مثل سلمان رشدی زندگی کنن تو خفا حالا پلیس انگلیس در این حسافت خونه جاسوس کده مزدور کده اومده یکی دو نگهبان گذاشته ولی که چی؟ طرف چند ساعت اونجاست؟ واسه خونه چی؟ واسه خیابون؟ شما باید مثل سلمان رشدی زندگی که اینا اهل این کار نیستن مرد این کار نیستن و اینقدر واسه کشورهای خارجی مهم نیستن که بخوان چی کاری کنن حالا سلمان رشدی بحث حیثیتی بود و کلی هم کتابش فروش رفته بود و پول داشت شما چی زیر مشکلونک مزدور خائنک بی همه چیز ای دو روز واسه محمد منجل دوم تکون میدید بعد اونم نخواد مثل خاشخشی تو اسید حلتون بکنه مثل دستمال چرک پرتتون میکنه یه گوشه اوسه داریم سید می کاسکلی <تصحیح> کجا میخواد برید؟ خب این خبرم دیدم جالب بود آه... از یک اسکاترانی که اسرائیل اف سی گرفته یازده تاشون خرابه به گزارش مجله خبری مقاومت به نقل از تایمز اسرائیل تایمز اسرائیل گفته نیرو هوایی رژیم سگیونیستی از توقف یازده جنگنده اف سی خریداری شده از آمریکا به دلیل احتمال وجود نقص فنی خبر داد چقدر دیدیم چه تبلیغاتی واسه این جنگنده صورت گرفته بود حالا داره زفاش یکی پس از دیگری بیرون میزنه اما صحبت های رئیس ستاد کل نیروهای مسلح هم گوش بدیم به هر که بخوایم مبتنی بر منافعمان پهپاد میدهیم به هیچ کسی هم ربطی نداره نه به یانکی های بی پدر و مادر نه به کسی دیگه این دیگه یعنی ایران اعصابش خراب شده از شالتاق بازی های اوکراین و غرب تو قضیه دادن پهپاد شاهد به روسیه و حالا دیگه آقا ما میدیم شما خودتون رو جر, جر بکنید خب این بخشی از صحبتاشو گوش بدیم دوستان عزیز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در کمال آمادگی و اقتدار هستند از همین روزها ما رزمایش بزرگ ارتش جمهوری اسلامی رو در منطقه جاسک و سواحل عمان داریم در زمین هوا و دریا بخشی از قدرت ما رو در این رزمایش خواهند دید ما به هر گونه تجاوزی که نسبت به سرزمین ما یا منافع ما اتفاق بیفته با قاطعیت تمام پاسخ خواهیم داد هیچ درنگی در این موضوع نداریم هم قدرت را داریم و هم اراده را داریم و همچنین هر کشوری که مبدع تهاجم به جمهوری اسلامی قرار بگیرد فارغ از اینکه اون کشور اعلام بکنه من اطلاع نداشتم یا اجازه ندادم یا دادم اون مبدع هم مورد تهاجم سنگین و پاسخ شکننده جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت خب همین درسته خاطعانه ما سلاح داریم و به هر کس هم بخواییم مبتنی بر منافعمون میفروشیم کما این که خود واشنگتن پست هم اعلام کرد که پهبات هایی که ایران تاکنون به روسیه داده یک میلیارد دلار پول نقد گرفته نه و این واسه کشورمون تو این شرایط خیلی هم خوب خیلی هم عالی خب اما وقت که داریم میخوام در مورد ادامه بس که چند روز قبل در مورد تاریخ اسلام در مورد صحبت هایی که فرود فولادوند و امید دانا کرده بودن میخوام یه تکمیلا یه توضیح هم بدم ببین دوستان عزیز بعضی ها میگن اسلام دین عربیه ما زرتشتی هستیم و از این صحبت ها و با کل معروف یه طوری القا میکنن که دین وارداتی مسیحیت مال انجی... اه... اه... شهر جدید در فلسطین اشغالی از آمریکای لاتین رو بگیری تا آمریکا قاره آمریکا تا اروپا شرق و غرب به این دین گرویدن خب این که ربطی نداره در مورد مکان پیامبری که در اونجا اه... ظهور کرده اما ببین دوستان عزیز اتفاقا شما وقتی قرآن میخونید بیشترین عطاب قرآن به عرب یعنی به اون سنت های جاهلیت عرب و داره اونا رو میکوبه مثلا آیه فکرم 92 سوره توبه میگه این العرب اشد کفر و نفاق و نفاق یعنی اون و از اون عرب جاهلیت یعنی بیشترین عطاب قرآن به اون سنت های جاهلیت عرب که دنبال سیادت عرب بود اهل بردهداری بود چون بزرگان عرب روبروی پیغمبر ایستاده بودن دیگه بزرگان قریش از ابو جل تا ابو سفیان عتبه تا ولید ابن عتبه و کلا اینا روبروی پیغمبر ایستاده بودن و اینا پیرو فرهنگ و سنت عربی بودن اون سنتی که سیادت واسه خودش قائل بود که ما سروریم بقیه ملل بقیه اقوام اینا موالی ما هستن و اسلام روبرو این قضیه ایستاد حالا تو دو دوره اوم... اومیه این زیر پا گذاشته شد بحثی دیگه است شما میبینید در اسلام یک برده سیاپوسی مثل بلال حبی... حبشی چه مقام بلندی پیدا میکنه یا یک ایرانی مثل سلمان فارسی چه مقام رفی پیدا میکنه که همه جا بالا نشونده میشه خب این در تضاد بوده با سنت و فرهنگ عربی که میخواستن برابری و برادری رو به قول معروف نشون بدن و در نزد خداوند میگه اون که بالاتره اونیه که تقواش بیشتر باشه این بحث نجادی و قومی و این واسه ایرانیان جذاب بوده جالب بوده در مورد ایران اون زمان گفتیم که همه چیز طبقاتی بوده از شاه موبدان و اینا آتشکده های مختص به خودشون داشتنه همه چیز اشرافی بوده از مردم عادی جدا بودن اینا در نظر اینا با مردم عادی مساوی نبودن خب این واسه ایرانی جذاب بوده وقتی می یه دینی هست که توش همه اقوام همه با هم برابرن همه طبقه ای وجود نداره یه سیاه پوستی یه بردی پوستی مثل بلال حبشی چه جایگاهی پیدا میکنه و یا سلمان فارسی اینا خو این واسه ایرانیان جدید بوده چون تا قبلش نبود گفتیم در ایران همه با هم تفاوت داشتن از هر سنفی از هر طبقه با هم تفاوت داشتن و آدما با هم مساوی نبودن که این از این بعد دوستان عزیز در نظر بگیرید در اسلام مثلا شما ببینید از تواریخ اکثرا در دوره عباسی بنی عباس نوشته شد یعنی شما اولین تاریخی که در نظر بگیرید ابن اسحاق نوشت بعد ابن هشام شاگردش بود بعد میریم مثلا سار تواریخ الواقدی تاریخ تبری ابن اسیر و بقیه یعنی میخوام بگم که تواریخی که در دوره اسلامی نگاشته شده اینا با زمان بوده ضمن اینکه دوستان عزیز این تواریخ گاهن خیلی با هم در تضاد بودن مثلا الواقعی بعضی چیزاش یه چرت پرتایی می که با بقیه تواریخ فرق داشت مثلا شما جلد سوم تاریخ تبری رو بخونید همه تواریخ در مورد ازدواج حضرت محمد تقریبا متفق القول بودن اما الواقدی داستانی واسه خودش میبافه که نمیدونم به ابن حبیر پدر حضرت خدیجه میان مشروب میدن تو عالم مستی مثلا جواب بله رو میگیرن و از این صحبت خیلی تضاد داشته واسه همین اومدن یه علمی به وجود آوردن که به نام علم رجال این علم رجال میگن آقا ما باید واسه اینکه احادیث رو یا وقایع رو مستند کنیم باید سلسله روات داشته باشه مثلا رضا اینو به تقی گفته تقی اینو به نقی گفته باید سلسله روات داشته باشه بعد هر کدوم از این اشخاصی که گفتن تا میرسه حالا شیعیان میگه حدیث باید برسه تا معصوم یکی از امامان دوازدهگانه اهل سنت میگه نه حدیث باید برسه به صحابه و این سلسله روات داشته و این اشخاصی که روات کردن آیا صادق بودن آدم عادلی بودن یعنی میخوام بگم مثلا بخاری امام بخاری میگه که من نمیدونم صد بیس هزار حدیث رو مثلا بررسی کردم دو هزار و تاشو میتونه تایید بکنه یعنی میخوام بگم خیلی حدیث های متضاد و این تواریخ متضاد و این چیزها در اسلام وجود داشته که بعد اومدن این علم رجال به وجود آوردن واسه همین شما اگر کسی مثلا یه چیزی گفت از تبری خود تبری که من نمیدونم این کتابی که نوشتم خدمت کردم یا شر این و اینا تاریخن و این غیر و این غیر قابل به قول معروف چیزه تاییده شما باید برید این این قبیل امور مثلا در حالا اهل سنت در صحاح سته یا اهل شیعه در کتابای اربعه به قول معروف بررسی بشه اینا تایید کنن حالا اهل سنت معتقدن سای سته همه صحیحن ولی شیعان هم چی چیزی ندارن که کتاب اربعشون که شیخ روسی و شیخ صدوق و اینا نوشتن اینا صد درصد باید بالاخره هر چیزی بررسی سندی بشه اینه که هر کسی یک کتابی خوند از تاریخ اسلامی فکر کنه این حقیقت لاز... لایزال و این چیزا دوستان عزیز مواظب این نکته هم باشید یعنی هر یه چیزی آورد یه روایتی آورد واسه شما یک حدیثی آورد آقا باید بگید این حدیث کی بخون معروف کی گفته سلسله روات چیه؟ مثلا ما گاهن حدیث داریم چیزن یه روایت داریم یه راوی داره تک راوی است به قول معروف این غیر قابل قبوله، یک نفر این سلسله روات نداره یعنی میخوام بگم علم رجال یه علم خیلی پیچیده ایه و همینطور ای نمیشه در مورد مسائل مربوط به اسلام نظر داد واسه اونایی که عرض کردم بیشتر خورده معلومات دارن تا معلومات نظر من بیشتر خطاب به اوناست که اگر واقعا شما به دنبال شناخت واقعی اسلام هستید باید برید کتاب های محدثین اسلام کتاب های مختلف اسلامی رو بخونید حالا به صرف مثلا یه تبری که مطمئنم اونو هم کامل نخوندن یا یه خلاصه ای از یه تاریخی یه گوشه یه چیزی شنیدن و اینو فکر کنید دیگه درسته و بعد بخوایم در موردش حالا اظهار فضل کنیم به دیگران اتفاقا در این قبیل امور ایران هم نسبت به انجیل میگم ایران مسلمین هم نسبت به انجیل هم عهد عتیق هم سایر کتاب های به اصطلاح آسمانی دقیق ترین روش های بررسی تاریخی و علاز سند تاریخ چون بالاخره تو تاریخ هر چیزی اومدن اضاف کردن خیلی اضافه کردن مبتنی بر منافع خودشون مساله خودشون خب خو اینا باید تفکیک بشه دروغ از راست باید تفکیک بشه حقیقت از باطل باید تفکیک بشه خیلی از مسائل هست بین شیعیان و اهل سنت با هم تضاد دارن قرائت های مختلف دارن و همینطور این فرق اسلامی همینطور بیخود به وجود نیومده آقا من یه مثال میزنم همین حالا شیعیان دست باز نماز میخونن که روای به قول معروف واسش دلیل دارن اهل سنت هم دست بسته میخونن خب باسش دلیل داره خب حالا همین دست بسته که میگن دست راست رو دست چپ خب بعضی از فرق اسلامی حالا اسم نمیبرم این دست رو میذارن کجا سر ناف ناف یا به قول معروف این بند شلوار مثلا اینطوری بعضی ها میذارن اینطوری بعضی میذارن اینطوری یعنی همین یک چیز بالاخره ببین چقدر تضاد و اختلاف هست در موردش آب گفتم اینو مختصرا بگم حالا هر وقت برنامه بود یا وقتش بود در مورد سایر مسال مربوط به مبانی اسلامی مثال کلی حالا ما نمیخویم وارد مثال مناقشه برانگیز بشیم صحبت میکنیم که آقا شناخت اسلام به این سادگی نیست فکر نکنید یه کتابی میخونید یه چیزی میخونید دیگه یعنی خیلی یاد گرفتید نه عزیزم شما باید برید علم رجال علم حدیث و سایر شاخهای اسلامی رو مطالعه کنید ببینید مثلا معتزله چی میگه اهل حدیث چی میگن اشعریون چی میگن اینا هر کدومشون به قول معروف که علوم حالا فلسفی، تاریخی، دینی پشتش نفته است که متاسفانه در این قبیل امور هم ما کمکاری کردیم یعنی دستگاه نظام آموزشی ما کلی مطالب ارزشمند فلسفی توی دوران اسلامی از ابو نصر فارابی، ابوالحسن الحسن آمری، از خاج نسیر توزی ابن رش محمد اندلوسی اینا وجود دارند، نامه هایی که به همدیگه میکردن جدل های فلسفی که با هم داشتند اینا میتونست به معروف ولی تو عوض میبینید شما از پوپر کارو، کار 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 ریمون پوپر رو نمیدونم به تران راسل و فلاسفه غرب و اینا میبینید ماشالله چقدر به دانشجویان ما میدن ولی علوم اسلامی که تو اون دوره زلالت غرب بوده شما کتاب های خاج نسیر توسی رو یا ابن سینا یا بقیه شما میبینید هیچ گونه اینا روشون تدریس نمیشه در صورتی که اینا تو غرب یا حکیم عمر خیام و بقیه دوستان عزیز خب این در قصه ایست پر آب چشم متاسفانه این جریان غرب گرایی همینه یه وقتی رب میگفتن علوم انسانی باید تغییر کنه جریان غرب مقاومت کرد و ما الان میبینیم نه از نوشته و اندیشه های حاج توسیک توسی در دانشگاه های ما خبری است نه از ابن روش آندولوسی نه فارابی نه ابن سینا نه چیزهای دیگه در صورتی که بحث های خیلی قوی و قدرتمندی وجود داشته خیلی بحث های علمی سطح بالا ولی خب اون نگاه مرغ همسای قازه همیشه باعث شده که اینا به هاشیه بره قربون تو برم اما بریم سراغ تاجیکستان عزیز حالا عرض کردم من در مورد تاریخ اسلامی و این قبیل امور حالا هر وقت وقتش بود چون میبینم درک درستی حالا به خصوص تو عوام یا اصطلاح اون برنامه سازان و اینایی این که خودشون جدیدا هم تریپ نمیدونم اسلام شناس میگیرن یا بهانهجویی جویی درک درستی از اسلام و تاریخ اسلام و علم حدیث و روایات اسلامی ندارن و با خورد معلومات در این مورد صحبت میکنن که هم واسه خودشون زلالت هم سمپاشیست واسه افکار بقیه ایرانیان حالا اما بریم سراغ تاجیکستان عزیز آقا تاجیکستان و روسیه هم اعلام کردند که دلار رو از مبادلات ارزیشون 70 درصد کاهش دادن به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس سیون گریگوروف گریگوریف سفیر روسیه در تاجیکستان از افزایش گردش تجاری بین روسیه و تاجیکستان خبر داد بریکس هم پیمان بریکس هم خب کلا دلار کنار گذاشتن و با ارزهای دیگه کار میکنن زنگ های خطر واسه دلار به صدا در اومده. و این بدترین اتفاق واسه همین شما میبینید این درگیری هایی که در چین در ایران جنگ اوکراین و این چیزها آخرین تقله های آمریکا و غرب واسه اینکه هژمونی رو از دست نده یا تو پاکستان میبینیم در عراق و جای دیگه این دعوا واسه این که بتونن جلو تغییر هجمون رو بگیرن سلطه رو همچنان در دست داشته باشه فروپاشی سلطه دلار فروپاشی آمریکاست و شاید ایالات متحده آمریکا و حتی موجب تجزیه آمریکا میشه چون اون چیزی که این پنج ایالت دور هم نگه داشته این سیستم و فروپاشی این سیستم موجب فروپاشی این کشور میشه دوستان عزیز قصه که بحث بس... تمامیت و جان و به معروف کیان این کشور هم هست ها؟ و خیلی واسه شون مهمه بحث هستیشونه شونه خب. و افزود برخلاف پیشبینی کارشناسان غربی در مورد تاثیر تحریما روابط اقتصادی روسیه و تاجیکستان با شیب قابل قبولی افزایش یافته است بر اساس این گزارش گردش مالی تجاری روسیه و تاجیکستان در 11 ماه اول سال 2022 حدود یک میلیارد و 521 میلیون دلار که نشان دهنده افزایش 34 درصد نیم نسبت به مدت مشابه سال قبل است. گری گوریف در مصاحبه با آسیا پلاس که روز پنجشنبه منتشر شد گفت کارشناسان غربی درباره تاثیر مخرب تحریم‌های ضد روسیه بر اقتصاد تاجیکستان تحلیل‌های اشتباه و نادرستی داشتند و این تحریم‌ها بر روابط دو کشور تاثیر نداشته است. به گفته ایشون تا حدی تحریما حتی به توسعه تجارت ما کمک کرد در ماه مارس روسیه و تاجیکستان توافق کردند که روابط تجاری خود را از دلار به روبل روسیه تغییر دهند این اقدام واردات از روسیه را صادر کرد روسیه اینو به کشورهای اروپایی هم گفت که اگر نفت و گاز میخواید باید با روبل تجارت کنید این کار باعث چی شد باعث روبل ارزش خودش رو در اثر تحریما از دست نده که هیچ تازه ارزشش هم بره بالاتر این اقدام واردات از روسیه را ساده کرد و اکنون برای خرید کالا و محصولات در کشور ما نیازی به تبدیل حواله های پولی به دلار نیست سفیر روسیه تاکید کرد حداقل 70 درصد از قراردادهای تامین کنندگان کالا و محصولات تاجیکستان از روسیه به روبل تغییر کرده است این اقدام مثبتی و این میتونه تو بقیه کشورها الان عربستان و چین هم توافق کردن که نفتشون با روبل ببخشید روبل نه یوان با یوان چین مبادله کنن یعنی دلار رو حس کردن کنار گذاشتن هونه یانکی ها در رمز <applause> خاک تو سر زیبا کلام ای زیر مشکلو هونه اربابت خراب شد هونه یانکی ها در رمز و اینا عرض میکنم این ساعت بدبختی واسه شون به صدا در اومده و مطمئن باشید که سال به سال ماه به ماه این روان تشدید میشه جواب میده دوستان عزیز جواب میده و ترس و وحشت اینا هم از اینه خب مرسی به انتهای برنامه قربونتون برم دوستان عزیز خدا وکیلی خودتون میبینید که ایران ما شتابان به سمت فر و اقتدار دشمنان ما هر روز زارتر زلیلتر همین فراخ نجات داریم سید نکاس اکلی یه شیش ماه دیگه هم میبینم زیر مشکلو و ایران مثل بلدوزر داره موانه و از سر را بر میداره هی هولو برید کنار زیر دستبال له نشید شرطون بیاد گردنمون <تصفح> سپاس از مهرتان پیروز باشید